سلام خدمت دوستان عزیزم، به کانال خودتون کانال ستاره کوکینگ خیلی خیلی خوش اومدین. امروز با دو تا آموزش در خدمتتون هستم. یکی آموزش کشک بادمجون هست و یکی هم خوراک بادمجون. اینجا من یه مقدار بادمجون رو سرخ کردم، آماده گذاشتم. بادمجون رو همونجور که خودتون میدونین باید پوست بگیرین، نمک بزنین، یه نیم ساعت بمونه و بعد بشورینش. من این کارا رو کردم، سرخشون هم کردم آماده. اول درست کردن کشک بادمجون رو میخوام آموزش بدم. این مقدار بادمجون رو که توی این تابه قرار دادم، همونجور که دیدین این مقدار آب بهش اضافه کردم و یه مقدار با این کفگیر اینا رو دارم تقریبا له میکنم. خیلی به ضربه نمیزنم به خاطر اینکه ظرفم خراب نشه و بیش از حدم نمیخوام له بشه. یه مقدار بافتش رو از همدیگه باز میکنم. تو این ظرفم یه دونه پیاز رو خرد کردم و توی روغن سرخ کردن ریختم تا تفتش بدم. خب اینو تا اونجا که ممکن هست ما بافتش رو از همدیگه یه مقدار باز میکنیم، به خاطر که اون کشک و بقیه موادی که میخوام بهش اضافه کنم بهتر به خوردش بده بره. همینجور سالم هم میتونین بادمجونا رو بذارین، ولی خب من اینجوری بیشتر میپسندم. حالا هرچی که باب میل و سلیقه خودتون هست. یه مقدار دیگه هم دوباره آب اضافه میکنم. اینجا من کشک رو اضافه میکنم. از کشک پاستوریزه من استفاده کردم. از کشکای شیشه ای هم میتونین استفاده کنین، ولی اونا رو اگر خواستین استفاده کنین یه حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت بعد بجوشونین، اما اینا دیگه نیاز به جوشوندن نداره. مقدار کشک هم که اضافه میکنین به دلخواه هست، هر چقدر که خودتون دوست داشته باشین که کشک چه اندازه بریزین همون مقدار اضافه میکنید. یه مقدار دیگه هم باز من اضافه کنم. البته بعد از که یه مقدار اینا هم به خورده هم دیگه رفتن میتونین بچشین ببینین به چه شکل هست، که مثلا همین اندازه که اضافه کردین کافیه یا بازم نیاز هست که اضافه کنید. یه مقدار اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم. باز یه مقدار دیگه آب میریزم به خاطری که این کشک بهتر به خورده این بادمجون ها بره. یکم دیگه هم آب میریزم که دیگه در ظرف رو بذارم. یه مقدار اینا با هم دیگه پخته بشن و طعم کشک به خورد بادمجون بره. تو این ظرف هم همونجور که گفتم پیاز رو گذاشتم که تفت بدم و یه سری دیگه مواد رو هم بهش اضافه کنم برای داخل کشک بادمجونمون که اونو خوشمزه تر بکنه. برای توی کشک بادمجون من از این مقدار مغز گردو هم استفاده میکنم. به همین شکلی که دیدین این مقدار خوردش کردم، اینم اضافه میکنم.
مغز گردو تب گرمی داره، هم به خاطر تب گرمش من اضافه میکنم، هم به خاطر اون طعم خوبی که به این کشک بادمجون میده. تا اون حدی که لازم هست سرخش میکنیم پیازمون رو. خب یه مقدار دیگه من اینو تفتش میدم، مقدار پیاز که تا هر چقدر سرخ بشه باز بستگی به سلیقه خودتون داره. اینجا من میخوام سیر رو بهش اضافه کنم، برای همین گاز و شعلهش رو کم میکنم چون که سیر سریع میسوزه. یه مقدار سیر من اضافه میکنم، این که میگم یه مقدار چون من از سیری که توی روغن گداری میکنم استفاده کردم، برای همین نمیتونم بهتون بگم که دقیق حالا این چند حبه هست. عزیزان تمام این چیزا همه دل بخواهیه، دوست داشتین بیش از این اضافه کنین، دوست داشتین کمتر، اینا همه دل بخواهیه. یه مقدار اینو تفتش میدم سریع. سیر جزو مواردی هست که زود سوخته میشه، برای همین من شعله گاز رو کم کردم. خب دیگه تا همین حد تقریبا کافیه. اینجا من یه مقدار زردچوبه اضافه میکنم، زردچوبه هم باز سریع سوخته میشه. تفت میدم یه مقدار. حالا اینجا یه دو سه تا دونه گوجه رو من رنده کردم، اینم اضافه میکنم، مخلوط میکنم یه مقدار این گوجه هم سرخ بشه با این مواد. چیز دیگه هم که اینجا باید اضافه کنم یه مقدار که دیگه تفت خورد، اینجا میام نعنا خشک رو اضافه میکنم. باز اندازه نعنا خشک هم به دلخواه هست، یه مقدار تفتش میدم اینو توی این مواد. خب همونجور که میبینین اینم تقریبا دارن با همدیگه قول میخورن. حالا کاری که میکنم میام این مخلوط که درست کردم رو که شامل سیر و پیاز و گوجه بود رو به این کشک و بادمجون من اضافه میکنم. با همدیگه مخلوطشون میکنم.
یه مقدار که مخلوط شدن در ظرف رو میذارم و میذارم که یه مقدار اینا با همدیگه پخته بشن که خوب عطر و طعم مواد به خورد همدیگه بره. دیگه کشک بادمجون ما کاری نداره، فقط باید بذاریم که طعمشون به خورد همدیگه بره. بعدش هم میچشین که اگر نمک چیزی خاص اضافه کنین که فکر نمی کنم دیگه نیازی داشته باشه. یه مقدارم باز فلفل قرمز اضافه میکنم. اینا همه به خاطر اون طبع گرمی که اینا دارن، چون طبع بادمجون سرد هست. برای متعادل کردن طبع بادمجون من این فلفل ها رو اضافه میکنم. اینجا هم فلفل سیاه اضافه کردم. مخلوط میکنم. اما همونطور که دیدین نمک نزدم، چون هم بادمجون ها نمک داشتن هم خود کشک نمک داره. میذارم که بپزه. خب حالا این مرحله بعدی هست برای خوراک بادمجون. یه مقدار روغن مخصوص سرخ کردن ریختم توی تابه، یه دونه پیاز تقریبا درشت رو همینجوری خلالی کردم و گذاشتم که یه مقدار سرخ بشه. تا این حد پیازا رو تفت دادم. الان یه مقدار زردچوبه میزنم. سریع تفتش میدم. زردچوبه خیلی زود میسوزه. بنابراین سریع تفت بدیم. که حرارت من کم کردم الان و اینجا یه سری گویایی که حلقه شده رو من اضافه میکنم. خاطری که یه مقدار تم دارم بشن یه مقدار فلفل سیاه یه مقدار فلفل قرمز یه مقدار هم نمک. اینا رو مخلوط میکنم. هم یه غذای ساده هست هم خوشمزه است. عزیزانی هنوز حرارت کمه، من زیادش نکردم. خوب که اینا رو مخلوط کردم. بادمجونا که سرخ کردم رو بهش اضافه میکنم.
دوستان عزیز، مقدار بادمجون، مقدار گوجه بستگی به خودتون داره که چقدر بخواین استفاده کنین. این دیگه کار خاصی نداره، فقط من در تابه رو میذارم، این گوجه ها آب میندازن و اون ادویه و فلفل و این چیزایی که زدیم یه مقدار به خورد بادمجون میره و دیگه همین غذای ما آماده است. دیگه کار خاصی اصلا نداره. امیدوارم که از آموزش امروزم لذت برده باشین و با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.